مطلب سوم عزیزان درباره شک شک کیفیتی ذهنی که از تساوی احتمالین پدید میاد و چون به هیچ وجه نشان دهنده واقع نیست لذا نه ذاتن حجت است و نه قابلیت این رو دارد که بر حسب جعل شارع حجت واقع شود بنابراین اگر مکلف در چگونگی حکمی از احکام شرعی شک بکنه در این صورت چون طرفین شک متساوی هم هستند لذا از ترجیح یکی بر دیگری عاجز می شود و در کار خودش مردد می ماند و به همین جهت برای رفع این تردید یعنی برای اینکه معلوم بشود که کدام یک از طرفین شک قابل عمل و کدام یک بی اعتبار هستند و یا در کدام مورد میتونیم به یکی از اونها مخیرا عمل بکنیم اصول و قواعدی تاسیس شده است این اصول از لحاظ اینکه بر اساس عقل استوار شده اند ازشون تعبیر میشه به اصول عقلیه و از اون جهت که مبنای عمل مکلف هستند ازشون تعبیر میشه به اصول عملیه اصول عملی به هیچ وجه کاشف از حکم واقعی نیستند بلکه فقط تکالیف ظاهریه مکلف رو تعیین میکنند یعنی مکلف به هنگام شک و تردید و یأس از ادراک حکم واقعی اگر موافق این اصول عمل بکنه اقلن و شرعن ممتثل شناخته می شود ولو این که فی نفس الامر عملش مطابق با حکم واقعی نباش برای اینکه تفاوت این اصول رو با ادله دیگه تشخیص بدیم اول باید توضیحاتی درباره هر کدوم از اونها بدیم و بعد تفاوت اونها رو با همدیگر بیان بکنیم در وهله اول ادله شرعیه اعم از عقلی و نقلی به چند قسم تقسیم می شوند. اول ادله قطعیه منظور از ادله قطعیه چیه؟ ادله قطعی عزیزان اون قسمت از دلایل شرعیه هستند که به ذاتها ها مفید قطع هستند مثل نصوص کتاب خدا قرآن کریم یا خبر متواتر یا اجماع محصل و امثال اونها که اینها از ادله قطعیه به شمار میان دوم عزیزان ادله زنیه خاصه است ادله زنیه خاصه یا امارات زنیه اون دسته از دلایل شرعی هستند که مفید زن معتبر هستند یعنی زن حاصل از اونها به وسیله شارع معتبر شناخته شده است مثل خبر واحد اجماع منقول ظواهر کتاب خدا قرآن کریم شهادت عدلین و امثال اونها اینها ادله زنیه خاصه هستند اما ادله عقلیه اجتهادیه ادله اقلیه اجتهادیه اون دست از دلایل شرعیه هستند که مفید زن مطلقند یعنی اعتبار زنون حاصل از آنها به وسیله شرع تأیید نشده است لاکن به حکم عقل و من ضرورت اعتبار پیدا کرده اند مثل چی مثل قیاس مثل استقراء مثل قلبه شهرت و امثال اونها اینها رو میگن ادله عقلیه اجتهادیه اعتبارشون رو از کجا به دست میارن زنون حاصل از اونها به وسیله شرع تایید نشده اما به حکم عقل و منباب ضرورت اعتبار به دست میارم چهارم عزیزان اصول عملیه است اصول عملیه یا ادله عقلیه به طوری که در های آینده خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد قواعد و اصولی هستند که به وسیله عقل تأسیس شده اند و مورد تایید شارع هم هستند این اصول فقط تکالیف ظاهریه مکلف شاک رو در غیر موارد منصوصه تعیین میکنند هر چند معاخذ حجیت هر کدام از سه دلیل اول مختلفه یعنی ادله قطعیه به نفسها حجیت دارن امارات زنیه به وسیله شرع مقدس حجیت پیدا کردن و ادله اجتهادیه به وسیله عقل حجیت واقع شدن ولی همه اونها از حیث کاشفیت از حکم واقعی با همدیگر مشترک هستند. در انتها کاشفیت ادله قطعیه به وجه تام و کاشفیت امارات زنیه و ادله اجتهادیه به طور ناقص ولی در هر حال چون همگی اونها بیش و کم و علا قدر مراتبه هم کاشف از حکم واقعی هستند لذا یکی از آنها به نفسه ها و دیگری به اعتبار شرع و سومی به اعتبار عقل حجت واقع شده است اما قسم چهارم یعنی اصول عملیه اینطور نیستن یعنی حجیت اونها از لحاظ کاشفیت نیست چرا؟ چون که اصول عملیه به هیچ وجه با واقعیات و امور سر و کاری ندارن بلکه فقط احکام ظاهریه مکلفین رو تعیین میکنن خواه اون احکام با احکام واقعیه مطابقت داشته باشه یا مطابقت نداشته باشه و به علاوه اصول عملیه فقط در مواضع شک اجرا میشن برخلاف دلایل اولیه که خدمت شما عرض کردم که در همه مواقع قابل اجرا هستند یعنی ادله قطعیه ادله زنیه خاصه و ادله عقلیه اجتهادیه فقط در حالت شک اعتبار ندارند بلکه در همه حالات معتبر هستند و قابل اجرا هستند در حالی که اصول عملیه فقط در مواضع شک قابل اجرا هستند خلاصه کلام عزیزان اینه که حجیت ادله قطعیه و ظنیه منباب طریقیت است یعنی ادله قطعیه به نفسها و امارات ظنیه بر حسب جعل شارع و ادله اجتهادیه به حکم عقل طریق الواقع هستند ولی حجیت اصول عملیه من باب موضوعیت است ادله که برای شما عرض کردم یعنی ادله قطعیه ادله زنیه خاصه و ادله عقلیه اجتهادیه این سه قسم عزیزان بیان کننده احکام واقعی شارع هستند ولی اصول عملی بیان کننده احکام ظاهریه شارع هستند